سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و همراه رسول بزرگواری هستم از رادیو نلفی در خدمت شما شما تو زندگی معمولی که دارید چقدر در خصوص قدرت کلمات اطلاعات و آگاهی دارید چقدر از تاثیرگذاری کلمات آگاه هستید و میدونید چطوری باید کلمات رو استفاده کنید آیا میدونید که این کلمات هستن که انسان رو به, صورت، به سوی موفقیت حس خوب و عرض و نشاد بهزیستی و زندگی راحت آدم رو رهنمون میکنه با, با به وجود مدن این احساس میشه و به یه نحوه میشه گفتش که جذب میکنه این موفقیت احساس خوب رو نکته ای که میخوام توی این کلیپ خدمت شما عرض کنم همین هستش که شما برای اینکه تشخیص بدید وضعیت زندگی یک شخص به چه نحوی هست چطوری داره زندگی میکنه ببینید کلمات پرکاربردش تو اون زندگی معمولیش چطوری هست از چه کلمه های زیاد استفاده میکنه تکرار خیلی از کلمات باعث به این میشه که اون واقعیت اون عینیت پیدا کردن اون حوادث و واقعیت ها تو زندگی انسان ها رخ بده تکرار نکته خیلی مهمی هست ببینید زمیر ناخداگاه انسان با تکرار هستش که برنامه ریزی میشه وضعیت زندگی شما به نحوی هستش که دارید تکرار میکنید یک کاری را عادت دارید میکنید عادت دارید میدید خودتون رو به اون خیلی از ما فکر میکنیم که این نداشتن حس خوب به زندگی هستش که انسانها میان از کلمات بد و منفی استفاده میکنند در حالی که این قضیه کاملا برعکس هست انسان ها از کلمات منفی استفاده می کنن چون که این کلمات منفی هستن که باعث میشن که حس بد به اونها منتقل بشه و اون کلمات منفی در واقع به یه نحوی توی زندگی اونها نفوذ کرده زندگی اونها رو به حس بد به عرض به بدی ناکامی به یه نحوی شکست و حالا به یه نحوی فلاکت و بدبختی مال به اضافه کنیم دو چهار کرده نکته ای که باید خدمت شما عرض کنم اینه که برای اینکه ما بتونیم تغییرات مثبتی رو تو زندگی خودمون ایجاد کنیم تو درون خودمون تو فکرمون تو ذهنمون ایجاد کنیم باید بتونیم از کلمات مثبت استفاده کنیم حتی اون زمانی که ما از یک کاری مثلا بدمون میاد متنفر هستیم مثلا اگر کسی کاری رو انجام میده به جای اینکه بهش بگیم آقا مثلا من از این کار شما متنفر هستم بگید که من اتفاقا از اون یکی کار شما خیلی خوشم اومد و خیلی من اون کار خوشحال میکنه از کلمه خوبی مثبت عرض به حضور شما که نشاط شادی چیزهای انرژی مثبت بتونید استفاده کنید ای که باید خدمت شما عرض کنم همین هست زمیر ناخداگاه انسان نسبت به افعال مثبت و منفی قوه تشخیص نداره یعنی هر جوری که برنامه ریزی کنید همون رو اجرا میکنه کلمات به عنوان حالا به یه نحوه میشه گفتش که اون محرک انسان محرک زمیر ناخودآگاه انسان انسان رو به اون مسیر و به اون مقصدی میرسونه که در بارد اون برنامه ریزی شده مثلا یکی میگه آقا من نمیخوام فقیر باشم ولی نکتهش اینجاست من نمیخوام فقیر باشم این کلمه فقیر توش قرار گرفته این فقر تو اونجا قرار گرفته این خودش کلمه منفی هست و کل جمله رو منفی میکنه بار معنایی ارز به حضور شما که مفهومی بدی رو منتقل میکنه و این روی زمین و ناخداگاه تأثیر میذاره ما اگر بتونیم از قدرت کلمات استفاده کنیم و اونها رو به صورت حساب مثبت تکرار کنیم میتونیم شاهد این باشیم که زمین و ناخداگاه خودمون رو برنامه ریزی کنیم و شاهد موفقیت ها احساس خوب و به قول معروف پیروزی نشاد شادی و ولبینگ و بهزیستی باشیم مثلا ببینید مثلا شخصی میخواد برای یک خودروی رو بخره یک منزلی رو بخره یک خونه بخره میگه آقا مثلا من از این ماشینی از این خونه خیلی بدم میاد متنفر هستم میتونه بگه که مثلا من این خونه یا این ماشین رو دوست ندارم میتونه بگه که نه من این ماشین رو اصلا یه آشقاله یا مثلا این خونه اصلا مزخرف کارش باش نمیتونم انجام بدم حس خوبی به من نمیده ولی در عوضش میتونه بگه که من اتفاقا از دید خیلی خوب این حس خوبی به من میده این ماشین یا این خونه وقتی که میخوام برم نقطه نکات خیلی جالبی توش رعایت شده یا مثلا اگرم کسی میخواد احساس بدی نفرت و حس نارضایتی خودش رو بروز بده تو خیلی از جاها میتونه با کلمه های مثبت رو انجام بده مثلا شما از خون خونه یا ماشین بدتون میاد بگید که من لازم میدونم که برم یک مورد دیگه رو ببینم برم چیزهای دیگرم ببینم امتحان کنم از کلمه منفی امتناع کنید به قول معروف دوری کنید چون آدم به حساب یکی از ویژگی های مهم افکار منفی فرق نمیکنه افعال منفی این هستش که سرعت انتشار زیادی رو داره شما وقتی که یک فکر منفی رو به قول معروف بروز میدید توی ذهن خودتون پرورش میدید اون فکر منفی ریشه میدونه و باعث میشه که افکار بد منفی دیگه به همراه خودش بیاد اما وقتی که افکار مثبت داشته باشید باعث میشه که زندگی شما تغییر پیدا کنه فکر شما تغییر پیدا کنه این که شما از کلمات مثبت استفاده کنید توی زندگی خودتون یک سری تمرین تکرار و تمرکز میخواد چون به محض اینکه شما بخواید افعال مثبت کلمات مثبت استفاده کنید خواه باید اون کلمات منفی رو کنار بزنید یک مقداری زمان میبره یک مقداری مهارت میخواد تمرکز میخواد تکرار میخواد امیدوارم این کلیپ هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه شما میتونید برای دیدن کلیپ های بیشتر ما رو سابسکرایب کنید یا اپلیکیشن رادیو هنلپی رو دانلود و نصب بفرمایید متشکرم